با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت شما علاقمندان به کشتی. خب از سالن ورزشی پهلوان مهدی حاجی‌زاده شهرستان جویبار در خدمت شما علاقمندان به کشتی هستیم. هفته اول رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد در گروه بی مسابقات، خب کشتی که براتون گزارش می‌کنیم بین هادی کریمی از تیم ستارگان ساری و فرزاد فرهنگیان قطبنده آبی از تیم مقاومت، دستای دو کشتیگیر در ابتدای کار میکنن روی سرگردن هم، دست رو زیر کت قرار میده کریمی، اجازه کار رو نمیده. از صبح امروز رقابت ها در شهرستان جویبار آغاز شد و واقعا شاهد رقابت های بسیار خوبی بودیم. صبح امروز تیم ستارگان ساری تونست در یک دیدار نزدیک تیم پرقدرت صنایع مازندران رو شکست بده و در رقابت دوم به مسافه تیم مقاومت رفت که تا به اینجا هم 3-2 از لحاظ تیمی پیش هست تیم ستارگان ساری. دستای کشتیگیر کار بکنه، یه لحظه دست رو زیر کت قرار میده. خب یه سلامی هم میکنیم به بینندگان عزیزی که همکنون از طریق شبکه مازندران این رقابت‌ها رو به صورت زنده و مستقیم مشاهده می‌کنن. ارتباط ما همزمان از شبکه ورزش و شبکه مازندران برقرار شده و به صورت زنده و مستقیم از سالن پهلوان مهدی حاجی‌زاده شهرستان جویبار در خدمت شما علاقمندان به کشتی هستیم. دستای دو کشتیگیر کار می‌کنه. یه لحظه هم کریمی قوس کرد و تعادل حریف رو به هم زد. آی کوهستانی داور وسط هست که در سوتش میدم و کشتی رو قطع میکنه. وقت اول مبارزه به اتمام میرسه و دو کشتیگیر نزد مربیان خودشون میرن. در یک طرف مربیان تیم ستارگان ساری کامل زبیهی رو میبینم که صحبت میکنم با کریمی و در طرف دیگر هم آقای حسن رحیمی که از مربیان خوب کشورمون که به عنوان سرمربی در تیم مقاومت داره فعالیت میکنه و هیچ وقت فراموش نمیکنیم کشتی های بسیار خوب حسن رحیمی. زیرگیری های بی نقصش امان حریفان رو میگرفت. وقت استراحت به اتمام میرسه و آقای کوهستانی داور وسط میخواد که دو کشتی رو وسط تو شک بیان. داور درجه یک بین المللی از استان البرز با سوت داور وسط رقابت آغاز میشه. دست رو زیر کت قرار میده کریمی، در همون ابتدای کار سعی میکنه جنگنده ظاهر بشه. یه لحظه تعادل حریف رو به هم میزنه فرهنگیان، یه امتیاز رو از دست میده، یک امتیاز به حساب کار کریمی منظور میشه. یه لحظه حالا تلاشش رو بیشتر میکنه فرهنگیان، زیر یه خم رو از آن خود میکنه کریمی، فشار زیادی رو تحمل میکنه. ببینید که میتونه از این زیرگیریش به امتیاز برسه یا خیر. فرهنگیان پرپای قرص و محکمی داره، نتونست از این زیرگیریش به امتیاز برسه. یه بار دیگه خود فرهنگیان هم تلاش کرد که زیرگیری کنه که ناموفق بوده. دستای دو کشتیگیر همچنان روی سرگردن هم کار میکنه. 2:10 به پایان این رقابت زمان داریم. حساب کار 2-1 هست. میشود فرزاد فرهنگیان از تیم مقاومت یه بار دیگه میره که لنگ رو اجرا کنه که اینجا خودش خاک میشه و 2 امتیاز میگیره کریمی فیروزجایی، هادی کریمی فیروزجایی که برای تیم ستارگان ساری به میدان رفته. خب تیم ستارگان ساری 2 کشتیگیر خارجی رو هم در ترکیب خودش داشت. یه لحظه بسکه شد دیدیم به خوبی اجرا کرد، داره وسط 4 امتیاز داد، قاضی هم 4 امتیاز ببینیم تایید میشه یا خیر. توی یه بدلکاری میره که فرهنگیان رو به پل ببره، 2 امتیاز میگیره. کشتی از افت و خیز بالایی برخوردار هست. کریمی میره به پشت حریف، نتیجه 6-5 هست. میره که بارانداز رو اجرا کنه، یه لحظه رو خودش میندازه و 2 امتیاز از دست میده. فشار زیادی رو وارد میکنه فرهنگیان، میره که حریف خودش رو ضربه فنی کنه، یه کلشکنی هم میزنه و خب از کمند حریف رهایی پیدا میکنه
کریمی، نتیجه 8-5 هست. یه بار دیگه بارانداز رو به خوبی از سمت چپ اجرا میکنه فرزاد فرهنگیان، شگرد داره و به راحتی بارانداز رو اجرا کرد. نتیجه 12-5 به سود فرزاد فرهنگیان از تیم مقاومت. ببینیم که میتونه امتیاز از دست داده رو جبران کنه یا خیر. کریمی یه مقدار در ابتدای وقت دوم جنگنده ظاهر شده، اما خب یه مقدار پر اشتباه هم بوده در یک رفت و برگشت، اقدام به زیرگیری و خاک. خب دو امتیاز دیگه به حساب کارش اضافه میشه. تنها 34 سالی به پایان این رقابت زمان داریم که دیگه به نظر میرسه باید پیروزی رو برای فرزاد فرهنگیان و تیم مقاومت در نظر بگیریم. یه رقص پایی هم نشون میده فرزاد فرهنگیان، میخواد بگه که آمادو غبراق هست. پنجه در پنجه هم در سرشاه ثانیه های پایانی این مبارزه هست. کمتر از 10 ثانیه زمان داریم که این رقابت به اتمام برسه. همچنان سعی میکنه که میدانداری کنه فرزاد فرهنگیان. اینجا دیگه وقت این مبارزه به اتمام میرسه و داور وسط هم در سوتش میدم آقای کوهستانی و فرهنگیان رو به عنوان کشتی‌گیر پیروز معرفی میکنه. خب علاوه تیمی هم سه پیروزی رو تیم مقاومت به دست آورد و سه پیروزی رو هم تیم ستارگان ساری. رقابت داره حساس‌تر میشه برای هر دو تیم. صحنه‌های آهسته رو مشاهده میکنید. تشکر میکنیم از همکاران خوبون در واحد سیار. این هم باراندازی بود که قصداش اجرا کنه فرهنگیان. خودش یه لحظه به پل رفت میرفت که ضربه فنی بشه، اما خب با زیرکی از کمند حریف